همیهنان یعنی عزیز، این خبر رو پخش کنید تا به دست همه برسه. تو بازی کثیف حراج گذاشتن اموال مردم ایران و غارت ایران، باز در مذاکرات جدید مثلا برجام یک سری توافقاتی داره صورت میگیره که سعی میکنن مخفی کنن و مردم متوجه نشن. طبق مذاکراتی که از قبل جمهوری اسلامی به واسطه گری کشور عمان با ایالات متحده آمریکا داشته و در مذاکرات اخیرشون به سرپرستی محمد جواد ظریف و عراقچی که عراقچی نماینده تام الاختیار رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای هست، آمریکا این قول رو به جمهوری اسلامی داده که در صورت قبول تمام شروط ایالات متحده آمریکا به غیر از برداشته شدن تحریم ها، آمریکا شرایط رو مهیا بکنه تا 15 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول تزریق بشه. 10 میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران که از زمان دونالد ترامپ با شروع فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف مسدود شده و 5 میلیارد دلار هم با درخواست وام جمهوری اسلامی از بانک جهانی موافقت خواهد شد که در دو مرحله این وام به جمهوری اسلامی بعد از اینکه شروع به انجام تعهدات کرد و راستی آزمایی هایی که صورت میگیره تزریق میشه به جمهوری اسلامی. اما در این بین شروطی که ایالات متحده آمریکا گذاشته یک مقدار شدیدتر از شروط دولت حاج حسین باراک اوباما هست، یعنی اینکه راکتورهای هسته‌ای در ایران نه تنها باید سانتریفیوژها رو از کار بندازن و جای اونها رو با بتون آرمه پر بکنن، بلکه باید راکتورها رو در حدی تخریب بکنن که امکان بازسازی و تعمیر رو به کارگیری دوباره نباشه. در این شرایط جمهوری اسلامی با سه فاکتور بسیار اساسی به عنوان تهدید روبرو هست. اولین تهدید عمده و بزرگش مخالفان دولت حسن روحانی و تندروهای اصولگرا هستند که سکوت نخواهند کرد و در مقابله با دولت حسن روحانی برخواهند خواست، هرچند که طول عمر زیادی دیگه ای نداره و 28 خرداد دوباره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. و دوم این که مردم ایران به بیکفایتی و بیدرایتی مسئولین جمهوری اسلامی بیشتر از پیش پی میبرند. و سوم این که مردم ایران بیشتر به سمت اپوزیسیون جمهوری اسلامی سوق خواهند داشت و حرفهای اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی که در صدد گذر از جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک حکومت مردم سالار هستند خواهند پیوست. در این میان اگر جمهوری اسلامی بخواد کاری را انجام بده این سه تهدید یقش را خواهد گرفت. بنابراین طبق معمول همیشه از سال 57 تا به امروز برادر بزرگتر یعنی اسرائیل به داد جمهوری اسلامی رسیده، یعنی اینکه کشتن یک شخصی مثل محسن فخریزاده که املت شد کار جمهوری اسلامی بود، اما اسرائیل مسئولیت اون را پذیرفت. تخریب، بمبگذاری، آتش‌سوزی راکتورهای هسته‌ای در نتنز، در پارچین، در بوشهر، در راکتور آب سنگین عراق تماما توسط جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اما بلافاصله اسرائیل مسئولیتش رو قبول میکنه. این بازی کثیفی که از سال 57 شروع کردن و بارها گفتیم شعارهایی مثل مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا صرفا یک فریبی بیش نبوده رو امروز دارن باز ادامه میدن. شما شاهد این هستین در دریای عمان، در خلیج همیشگی فارس، کشتی های اسرائیلی دو تا کاغذ آتیش میزنن و میگن به کشتی های تجاری ما حمله شده و از اون طرف جمهوری اسلامی مسئولیتشو میپذیره و در قبال اون برادر بزرگتر هم مسئولیت تخریب راکتورهای هسته‌ای که میلیاردها دلار سرمایه های مردم ایران هزینه شده رو داره قبول میکنه که اون داره تخریب میکنه. مردم حواستون باشه، تمام این تخریب ها، تمام این انفجارات، تمام این کشتارها توسط خود جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و اسرائیل در یک تعامل کاملا مستقیم و با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی به عنوان دو روی یک سکه دارن برای تخریب و نابودی و تجزیه ایران عمل میکنن و برنامه هاشون رو دارن به پیش میبرن. امروز زمان اون رسیده که ما به فکر خودمون باشیم. روی سخن من حکومت اسرائیل، نه مردم اسرائیل. به گوش باشید، 15 میلیارد دلار پول بی زبون مردم ایران دوباره داره میره توی کیسه جمهوری اسلامی برای هزینه کردن در دخالت‌های سیاسی در کشورهای دیگه، در سوریه، در فلسطین، در یمن، در لبنان، در عراق. و یک سند از این پول‌هایی که تا به امروز به جمهوری اسلامی پرداخت شده سر سفره مردم ایران نیومده. همونطوری که در سال 57 سفره انقلاب پنج شد،
تا خیلی از مردم فکر کنن که فقط مسئولین و رهبران کثیف جمهوری اشغالگر اسلامی در ایران دور این سفره انقلاب 57 نشستن، در حالی که از همون سال آمریکا، متحدانش در اروپا و اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه و همه به عنوان مهمانهای سفره انقلاب 57 دارن ایران و منابعی که متعلق به مردم ایران هست رو غارت میکنن. این خبر رو منتشر کنید. این 15 میلیارد دلار هم داره میره روی هوا و یک سری اتفاقاتی در آینده نه چندان دور میافته. منتظر خبرهای بسیار بسیار مهمتر از اینا باشید. پاینده ایران بزرگ، تا ابد جاوید شاه. بدرود.